خب یک بحث دیگری هم که اینجا مطرح میشه، میگن که شما میبینین که در سقیفه بنی اسرائیل مثلا بحث شد، جدال شد، مناقشه شد، یعنی اختلاف کردن اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی گفت مرا انتخاب کن، دیگری گفت ما را انتخاب بکنین، و کار تا جایی رسید که یک جمعی گفتن از ما امیری بوده باشد و از شما امیری دیگری بوده باشد. من فکر نکنم هیچ صاحب عقلی ای را عیب فکر کنه، و اصل عیب این بود که اصحاب اصلا این بحث ها را مطرح نمی کردن، قضیه منسوس نبود، البته بر باور اکثریت مسلمان های جهان قضیه منسوس نبود، یعنی پیامبر نگفته بود، قرآن نگفته بود که بعد از رحلت پیامبر فلانی تا دیگر مسلمان ها در روی اختلاف نمی کردن، مثل که در هزاران مسئله دیگری که پیامبر وقتی براشان گفت قرآن گفت اختلاف نکردن. اگر این هم منسوس صریح می بود مسلمان ها اختلاف نمی کردن. درست است که اهل سنت میگن اشاراتی هست به این که ابوبکر باید انتخاب میشد، یا اهل تشیع میگه چیزهایی هست که پیغمبر گفته که ابو علی رضی الله عنه را انتخاب بکنین. به هر حال این بحث های اختلافی من خوش ندارم داخل شو، اما آنچه که مهم است که یک قضیه مسلم که یک بحث بشری بوده و اصحاب آمدن سرش بحث کردن و در کس دیدگاه خودم مطرح کرد. راستی ما عجیب مردمی هم هستیم، وقتی اینها در نظام سیاسی موزه مطرح میشه این یک امتیاز شمرده میشه، اما اگر ما این مسئله را در تاریخ خود داریم و وقتی از او یادآوری میشه بازی به عنوان یک عیب تلقی میشه، این یک بام و دو هوا جالب نیست. به هر حال نخستین بجگی که بسیار برجسته داره گزینش حاکم در این دوره به دست مردم بوده، ملت بوده، توده ها بودن. حالا که این توده ها، این مردم در چی قالبی، در چی شکلی، با کدام میتود روشی انتخاب میکردن، این مال مردم بوده، اما آنچه که مهم و مسلم بوده این بوده که این مردم بودن که زماندار خود انتخاب میکردن. خب شورا دومین خصیصه و ویژگی نظام سیاسی راشدین شورا بوده. جامعه اسلامی جامعه است که بر شورا بنا نهاده شده است. جامعه اسلامی جامعه است که در او آیاتی فرود آمده که مؤمنان و حتی پیامبر و مشورت فرا میخوانه و دعوت میکنه. مگر قرآن نفرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ مثبت دادن و نماز برپا کردن و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچی برایشان روزی داده ایم انفاق میکنند، خرج میکنند. ببین مشورت در سیاق چه مطرح شده اینجا، در چه روندی مطرح شده است، کمی متوجه باشین. با معذرت
ببینید که این بحث شورا در چه سیاقی و در چه روندی مطرح شده است. والذین استجابوا لربهم، استجابت برای پروردگار یعنی به ندای پروردگارشان پاسخ مثبت دادن، یعنی فراخوان خدا را قبول کردن، ایمان آوردن، نماز برپا داشتن و امورشان و کارهایشان بر مشورت استوار است و از آنچه که ما برشان روزی دادیم انفاق میکنن، یعنی تذکر و یادآوری و بازتاب شورا در چنین سیاقی خود نشان دهنده عظمت و شکوه و جلال و حتمیت و الزامیت شورا هست. این تنها آیتی نیست که شورا سخن گفته. آیت دیگری داریم که وقتی از رحمت پروردگار سخن میگه، از رحمت پیامبر اکرم و از مهربانیش سخن میگه، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. یعنی پس به برکت رحمتی الهی و آنان نرم خو و پرمهر و مهربان شدی و اگر تند خو و سنگ دل بودی قطعا از اطراف تو پراکنده می شدن. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه. دیگه چه کن؟ و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی پس از مشورت بر خدا توکل کن، زیرا الله توکل کنندگان را دوست می‌دارد. خب وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این همه عظمت و شکوه و جلال و هیبت و فهمی ثاقب و دید ژرف و سعی سطر و خلاصه با این همه عظمتی که پیامبر دارد، پیامبر دستور داده میشه که در کارها با اصحاب و یاران مشوره کن. پیش از این که بر خدا توکل میکنی، مقدمی بر توکلی بر خداوند این است که در کارها با اینها مشورت بکن. پس هر زمامدار دیگری، هر زمامدار دیگری که در اسلام آمده باید بین عمل بکنه و اصحاب و یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم امیر اکرمی بودن. ما وقتی به حیات سیاسی خلفای راشدین نگاه میکنیم، این حقیقت مسلمه درک میکنیم که شورا در حیات خلفای راشدین نقش بسیار کلیدی داشته و نگاهی یاران پیامبر اکرم و خلفای راشدین به شورا نگاهی معلم و آموزنده نبوده، که شورا تنها یک امری آموزنده، ما مشورت میکنیم برای اینکه اگر خواستیم بگیریم، نخواستیم نمیگیریم، هیچ الزامیتی در کار نیست هرگز. یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین هم با نخبگان مشورت میکردن. تاریخی حیات سیاسیشان پر از این نمونه ها هست و هم گاهی با توده ها در میان عام مردم با یک مسئله سیاسی مشورت میکردن، هم از
ذکور و مشورت می گرفتن و هم از نخبگان سیاسی زنان و توده ها مشورت می گرفتن. ویژگی دیگری که در نظام سیاسی عصر راشدین وجود داره که به این اساس و بنای هر تمدنی است و هیچ تمدنی در نبودی این ارزش شکل نمیگیره، او عدالت و برابری است. یکی از ویژگی ها، یکی از خصیصه ها و استوارترین ویژگی نظام سیاسی عصر راشدین عدالت و برابری است. ایمان به تحقق عدالت و برابری و برادری است و استادگی، فراموش نکنیم، استادگی در برابری نیرومند ستمگر و ستاندنی حقی مظلوم و ستم دیده و خیشتن را از دیگران برتر ندیدن بود. این جملات ما پس تکرار میکنم از یادتان نره که این بسیار مهم هست. یکی از خصیصه ها و استوارترین ویژگی نظام سیاسی در عصر راشدین و حتی ویژگی شخصیتی خلفای راشدین عدالت و برابری، ایمان به تحقق عدالت و برابری بود. استادگی در برابری نیرومند ستمگر و ستاندن و گرفتن حق مظلوم و ستم دیده بود و چیزی دیگر، خیشتن را از دیگران برتر ندیدن بود. یعنی اصحاب پیامبر و ویژه این چهار یار راشد هیچگاه خود برتر از دیگران نمی دیدن، با وجودی که در عمل برتر بودن، اما در کمال تواضع و فروتنی و برادری و برابری زیستن. فرصتی زیاد نیست که از این مسئله از سخن بگیم، گپ بزنیم، اما بین یک گوشه، یک بریده ای از خطابه و نخستین سخنرانی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را میخوانیم. اولین بار پس از این که حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شد و بعد بر فراز منبر بالا شد و خطبه را کرد، پس از حمد و ثنای خدا گفت: حالا که ما کلان شما شدیم، از شما بهتر نیست. اوه، ببین ابوبکر چی میگه؟ میگه حالا که ما آمدیم کلان شما شدیم، رئیستان شدیم، زمامدار شما شدیم، ما از شما بهتر نیستم. اگر کار خوبی را انجام دادم، مرا کمک کنه. اگر کار ناشایست و نادرستی از من سر زد، مرا اصلاح کنید. ببینید، راستگویی، امانت، راستگویی امانت است. نفهمیدید؟ ابوبکر میگه راستگویی امانت است، دروغگویی خیانت است. شما اگر میگین به ملتتون، به مردمتون راست میگین، امانت دارین، اگر دروغ میگین به مردمتون خیانت کردین. زمامداری که داری مردمش دروغ میگه، وعده های چرب و دروغ میده، میفری به مردم، ای به مردمش خیانت کرده. ضعیفتون در پیش من قویست. ابوبکر میگه، میگه آدمی شما امت پیغمبرم و ضعیفترینتون خدا ضعیف احساس نکنه، پیش من قویست، تا ای که حق تا با خاص خدا از قوی میگیرم و نیرومند شما پیش من ضعیف است، خدا بسیار کتا کتا نگیره کسی. من هر قدر قوی بوده باشه، حق ضعیفترین آدم از پیشش میگیرم. هیچ ملتی جهاد در راه خدا را ترک نکرده مگر ای که خداوند اونها را ذلیل کرده. هیچ عمل زشت و ناپسند و ناشایست در میان قومی
شایع نشده، یعنی عمل زنا و اینها، مگر اینکه خداوند گرفتاری آنان را زیاد کرده. خلاصه حضرت ابوبکر صدیق میگه تا زمانی که من از خدا و پیامبر اطاعت میکنم از من پیروی کنین، و اگر من از خدا و پیامبر اطاعت نکردم و معصیت کردم، دیگر شما از من اطاعت نکنین و هیچ اطاعت و فرمانبرداری هم وجود ندارد. خب اینکه ابوبکر عمر چه بود، من فکر میکنم این بی‌نیاز از پاسخ است. تو گوی یک نام دیگری عدالت عمر است رضی الله عنه. همی کفایت میکنه که حضرت عمر رضی الله عنه در آغازین لحظات خلافت گفت که ای مردم، من یک نفری از شماست، یک نفر مثل شماست. اگر گپ خلیفه را قبول نکردنش بد نمی بود، حالا من اینمی خلافت را قبول نمی کردم. یعنی اگر ابوبکر من را در سور نمی داد و همه پرسی نمی کرد و گپ خلیفه خود در رسول خدا را رد کردنش کار بد نمی بود، من اجازه این خلافتم نداشتم. قیس علی هذا، عثمان و علی و اینها را که بحث های بسیار طولانی در این حوزه وجود دارد. میم در بحث دوممون که کارکردهای قضایی هست، بس که من ببینم چند دقیقه ما و شما وقت داریم که صحبت بکنیم. خب تقریبا 14 دقیقه دیگه. خب کارکردهای قضایی و اداری نگفته پیداست که پرداختن به نظام قضایی و اداری اسلام و به ویژه در صدر اسلام اینجا نه منظور است و نه میسور، اما تلاش می‌بردیم که به شماری از پایه‌های نظام قضایی و اداری در عصر راشدین، البته با مراجعه به تاریخ و کارکردهایشان، اشاراتی داشته باشیم. اما من پیش از پرداختن به این مسئله میخوام یادآوری بکنم که قضاوت از جمله اموری بود که در زمان خلفای راشدین برای رسیدگی به دعواها و اختلافاتی که در میان مسلمانها بود مورد توجه قرار میگرفت. در این زمان تنها دو سازمان وابسته به نهاد قضاوت، یعنی یک سازمانی که به نام حسبه از او یاد میکردن و دیوان مظالم که اختلافات و این مسائل بود وجود داشت، و این نها بسیار کارکرده های مؤثری را داشتن که همانند برقراری عدالت در جامعه، رسیدگی به دعواهای مردم، ایجاد امنیت در حکومت و نهادینه کردن مبانی حکومت اسلامی از جمله اهداف این نظام بود. اما به همه حال من میخوام اینجا به چند پایه و اصولی از این نظام قضایی و اداری در عصر راشدین اشاره بکنم. یک، به کارگماری اصلح، یعنی اصلح یا شایسته تر به اسلامو قوی الامین و حفیظ علیم به قول قرآن کریم بود، یعنی قوی امانت دار و متعهد دانا بود. پس اولین پایه یا اولین اصلی که در اینجا مراعات میشد بر کارگماری اصلح بود، یعنی خلفای راشدین در میان خوبتره، در میان صالح اصلح را، در میان شایسته تر برمی گذیدن، و این شایسته تر و این اصلح کسی نبود جز همان قوی امین و حفیظ علیم، یا به اصطلاح این روزی ها متعهد متخصص، چیز دیگر نبود. نکته دیگر، مدت زمان ولایت یا مدیریت یا هرچی که میگینش برمیگشت به اوضاع و اندازه موفقیت والی و مدیر. من یک نکته را میخوام اینجا فقط فرصت من کم است اشاره بکنم، ولی کتاب آدرس میتونم بخونن خودتان. بعضی ها استدلال میکنن که تعیین زمان ولایت یا خلافت درست نیست در اسلام، چون ابوبکر و عمر و عثمان و علی
این کار نکردن. ما افزون بر آنچه که دکتر سبیق قرضاوی در کتاب فقه سیاسی گفته و اونجا مراجعه بکنیم، بسیار بحث قشنگ است مطرح کرده. یک نکته میگم، شما سیرت سیاسی خلفای راشدین بخونید، میبینید که اونها زیر دستار خود فقط میدیدن که چقدر اینها موفق هستند در مدیریت خود، در ولایت خود و وضعیت چیز بنابر مقتضای وضعیت و به اندازه موفقیتشان مدت زمانی تعیین میکردن، یکی را زیاد میموندن، یکی را زود تعیین و تبدیل میکردن. خلاصه آنچه که برایشان مهم بود وضعیت رو وضعیت و روزگار و شرایط بود و اینکه والی و مدیر و مسئول چقدر موفق است. چیز دیگری که در اینجا بسیار مهم بود، دوری از عواطف در کارگماری واریان و مدیران امور بود. یعنی در بحثی انتخاب یک نفر به عنوان والی یک منطقه، البته والی وقت معادل رئیس جمهوری امروز است، یا مدیر یک جای یا یک کلان یک جای، بحث احساسات و عواطف کاملا در میان نبود. تفکیک میان و ولایت و مسئولیت مالی بود. ببینین امروز یک منبع بسیار کلان فساد اینمی هست که ما هم امور مالی را به دست یک والی بگذاریم تمام مسئله را و هم امور سیاسی را، اما اونها می آمدن و امور اداری را، امور اداری و مالی را تا حد زیادی تفکیک کردن. محاسبه و بازپرسی والیان و مدیران امور یک مسئله دیگری بود. ها دیگه این را می دانین دیگه، کیست که چهار صفحه از سیرت عمر خوانده یا از ابوبکر خوانده یا از عمر و علی خوانده این مسئله را نمیدونه که اینها چقدر جدی بودن در بازپرسی و محاسبه والیان و مدیران امورشان. نکته دیگری که در اینجا بسیار مهم بوده در کارکرده های قضایی، استقلالیت قضا و بدور بودنش از دسترس واریان و زمانداران بود و پس از عصر ابوبکر صدیق به خصوص حتی خود حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنه را ما میبینیم که به عنوان قاضی تایید میکنه و اینجا یک استقلالیتی در قضا وجود داره. و تعیین معاشات بسنده برای قاضیان، مثلا حضرت علی رضی الله عنه برای قاضی شریح، قاضی کوفه که قاضی حضرت عمر رضی الله عنه هم بود، ماهوار 500 درهم معاش تعیین میکرد بنابر منابع برادرای اهل تشیع حتی ذکر میکنن. برگشت خلیفه و هر فرد دیگری به قاضی مسلمان، ما داستان های بسیار جالبی را در عصر داریم که فرصتی نیست قصه کنیم، داستان برگشت حضرت علی رضی الله عنه و قاضی شریح و فیصله از او به نفع یهودی و داستان های زیاد دیگری هم وجود داره. شیوه و روش قضاییشان هم مثلا به گونه ای بوده که اول به قرآن مراجعه می کردن، اگر در قرآن نبوده به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیدا می کردن، اگر در سنت چیزی را پیدا نمی کردن به قضای رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه می کردن که چیزی را در قضا و فیصله ای که پیامبر کرده پیدا می کنن یا نه. مثلا حضرت ابوبکر به خصوص اینطوری بود، در پایان که به چاره ای نمی یافت با بزرگان مشوره می کرد، باز که چاره ای نمی یافت باز خودش اجتهاد می کرد. و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عینی شیوه را داشت افزون به این که دستوری را برای قاضیان تعیین کرده بود که باید از او چیز نمی شد، عدول نمی کردن و البته کارهای دیگری هم در این بخش بود که دو درجه کرده بود قضا را، قضایی یکی ساده بود و دیگری کلی بود. میشه و منابعی که ما در ذکر کردیم اگر خواستین به اونجا مراجعه بکنیم، مثل القضا فی الاسلام و السلطة القضائية و از دکتر نصر فرید واصل از مفتیان بزرگ و با عظمت دیار مصر رحمت الله علیه به اون را جمع کنین. برحال این یک بحث
هست در باب شیوه و روش قضایی شان که اینطوری بود. و چیز دیگر صفات شروط قاضیان بود که این قاضی باید مسلمان می بود، بالغ می بود، عاقل می بود و آزادی می داشت، حریت می داشت، عدالت می داشت، از اهل اجتهاد و ذکاوت و فراست می بود. اینها از جمله چیزهایی بود که در بحث صفات و شروط قاضیان مطرح بود. کارکرده های اقتصادی شد بعد طبیعتاً هم یک بحث کلان است. دولت اسلامی که در عصر راشدین سعی بسیار حسیسی ورزید که یک دولت نیرومند ایجاد بکنه و این کار طبیعتاً ممکن نبود جز با توجه به اقتصاد. دولتی که خلفای راشدین و به ویژه حضرت عمر فاروق داری عصر توجه شایانی داشت که مردم به لحاظ اقتصادی آزاد باشن، خودکفا بوده باشن، از همین رو مثلا حضرت عمر فاروق زنان هو زمین هایی را که فتح شده بود مثلا در عراق و اینجا بحث کرد، جدال کرد و بحث پس از مشورت و پس از استدلال های اونها را در دست مالک های اصلیشان گذاشت تا یک منبع درآمدی همیشگی برای دولت باشه. خلاصه دولت اسلامی در این روزگار سیاست انفاق این گونه به پیش می بود. مثلا بنای مساجد، برای مثال توسعه مسجد نبوی در عهد حضرت عثمان رضی الله عنه، بنای شهرها و مهندسی که البته همگام با قانونگذاری ها و با تشریع اسلامی می بود، برای مثال شهر کوفه، بصره و فسطاط که در مصر است، اینها شهرهای اسلامی هستند که توسط خلفای راشدین و در عصر خلفای راشدین بنا شدند و مهندسی شدند. حفر چاه‌ها و بنای دیگر تأسیسات، مثلا استراحتگاهی را در میان مکه و مدینه برای حاجیان ذکر کردند، بنا کردند و در اونجا ساختند که کمکی میشد و حاجیان و دیگر کارها و دیگر تأسیسات را برای انداختن. طبیعتا نمیشه در این عجالا و شتاب زدگی ما به این مسائل به صورت تفصیلی بپردازیم. باز از ما یادتان باشه که ما نمیتونیم به این مدت کم به این مسئله بپردازیم. کارکرده های فرهنگی و آموزشی شگفت‌انگیز روز که امت اقرا در عقب کاروان همه امت ها و ملت ها قرار داره. دولت خلفای راشدین اینطوری نبود، دولت فرهنگ و آموزش بود. از امیرو فرهنگ و آموزش در این روزگار در گسترش همیشگی بود. با وجود که دولت اسلامی در اون روزگار به فتوحات توجه شایانی داشت، اما هرگز این توجه او را از توجه به فرهنگ و آموزش باز نداشته بود. این چیزی بوده که البته غیر مسلمان ها خاورشناسا به این مسئله اعتراف می‌دارند می‌داشته باشند. ما نمیشه که به تفصیل اینجا سخن بگیم، فقط به مهمترین پایه‌های نظام آموزشی پرورشی در عصر راشدین اشارات می‌داشته باشیم. مسئولیت دولت در قبال آموزش، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که کسایی را میفرستاد به مردم آموزش بدن. خلفای او همه میتونی میکردن. مثلا حضرت عمر فاروق میگفت که اللهم اینی اشهدک علی امراء الامصار فانی بعثتهم یعلمون الناس دینهم و سنت نبیهم. یعنی حضرت عمر فاروق خدا را شاهد میگرفت که من اینمی و زماندارا را که به شهرها فرستادیم مسئولیت مهم و کلیدیشان ایست که برای مردم دینشان و سنت پیامبرشان یاد بدن. در این دین و در این سنت پیغمبر چیزهای زیادی وجود داره که جای تفصیلش نیست. وجود هماهنگی در میان دولت و امت در مسئله آموزش یک اصل بودی طور نبود که میان دولت و امت در میان آموزش پرورش اصل و هماهنگی نبوده باشه. رایگان بودن آموزش یا آنچه که امروزه از او آموزش برای همه یاد میکنن بوده، ایجاد پیوند میان علم و عمل، یعنی بیطور نبوده که میگفتند و هیچ عملی وجود نداشت. مصرف دولت برای آموزش، مثلا حضرت عمر فاروق برای 3 نفر از
آموزگارایی که به کودکان تدریس میکردن 15 درهم معاش تعیین کرده بود ماهوار. آزادی آموزش و به دور بودنش از سیطره دولت، اینها یکی از ویژگی های نظامی فرهنگی و آموزشی بود. خلاصه به دلیل این ویژگی ها و این مزایا بود که امت اسلامی در مدت زمان کوتاهی هم سروران جهان شدن، هم آموزگاران جهان شدن و هم تانستن که بر جهان تسلط پیدا بکنن. خلاصه درسمان، فراموش نکنین، 4 چیز بود. نگاهی کردیم به کارکرده های سیاسی، کارکرده های اداری و قضایی و کارکرده های اقتصادی و در پایان هم اشارات کوتاهی داشتیم به کارکرده های فرهنگی و آموزشی و به ویژه پایه ها و اساس نظام فرهنگی و آموزشی در این عصر. اینها اشاراتی بود که کردیم و چاره‌ای نداریم که بیشتر از این در این مسئله صحبت بکنیم. به هر حال تا درس آینده که باز انشاءالله در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. الله یار و مددگار همه‌ی